پلیس کابل سمیولا مشهور به باشه را به اتهام دوستی موتر بازداشت کرد ترور پدر شهردار میدان شار در کابل غنی دستور بررسی داد وزارت دفاع بخشای از ولسولی جری و پنجابی پاکسازی شدن بنام خداوند بخشنده و مهربان با با تقدیم سلام به که زیگر از این چینل خوش آمدید غنی و دکتر عبدالله عبدالله درباره تکمیل اعضای شورای مصالحه ملی گفتگو کردند اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی درباره روند سال و تکمیل اعضای این شورا گفتگو کردند ارگی ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که رئیس جمهور غنی اصر پنجشنبه 15 اقرب با آقای عبدالله دیدار کرده است بر بنیاد خبرنامه در این دیدار درباره روند سال و چالشها در برابر آن گفتگو شده است در خبرنامه آمده است همچنان در زمینه تکمیل نمودن اعضای شورای مصالحه ملی نیز صحبت شد و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی در مورد سفر اخیرش به ایران برای جمهور کشور معلومات داد ارگ ریاست جمهوری گفته است که مشاور امنیتی ملی نیست در این دیدار حضور داشته و درباره وضعیت عمومی امنیتی ملی کابل و های اخیر طالبان برای جمهور و عبدالله عبدالله معلومات کرده است تعیین اعضای شورای مصالحه ملی از مورد است که پیش از این موجب اختلاف میان عبدالله و اشرفغنی شده است اشرفغنی چند پیش شمار از اعضای این شورا را تعیین کرد که با مخالفت آقای عبدالله روبرو شد و اعلام کرد که بر بنیاد توافقنامه سیاسی رئی جمهور صلاحیت تعیین اعضای شورای مصالحه ملی را ندارد ترور پدر شهردار میدان شار در کابل غنی دستور بررسی داد افراد تفنگدار ناشناس از روز پنجشنبه 15 مقرب عبدالواسی غفوری از فرماندهان نیروهای ویژه ارتش را در نوای 12 شهر کابل به قتل رساندن محمد اشرف رئیس جمهور دستور داده است که این رویداد به صورت همجانبه بررسی شود در اعلامی ارگ ریاست جمهوری ترور عبدالواسی غفوری پدر ظریفه غفوری شردار میدانشار به ترورستان نسبت داده شده است رئیس جمهور غنی ترور غفوری را جنایت نابخشودنی خوانده است او همچنان گفته است که افزایش خشونت های اخیر خلاف راهی تعهد به است مشاوریت امنیت ملی امریکا نیز به ترور غفوری واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است در اعلام مشاوریت امنیت ملی ایالات متحده امریکا آمده است که در کنار افغانهای شجاعی مانند شهردار غفوری که متحد به آینده بهتر برای افغانستان هستند استاده است راسولسان کاردار سفارت ایالات متحده امریکا در کابل نیز گفته است که قتل پدر شهردار میدانشار ناراحت شده است او تاکید کرده است که این نوع اقدامات خشونت آمیز و ناجوان مردانه باید متوقف شود. پلیس کابل سمیولا مشهور به باشه را به با اتهام دزدی موتر بازداشت کرد. پلیس کابل سردسته و اعضای یک گروه را به اتهام دزدی موتر بازداشت کرده است. سردسته این گروه به باشه مشهور است. طبق اعلام پلیس این گروه به دزدی و ساید مزنون است. فردا از فرامر سخنگوی پلیس کابل روز جمعه 16 و مقرب بر روزنامه هشت صبح گفت که این افراد روز گذشته در یک عملیات پولیس در قریه میربیک ولسوالی شکردره و قریه دکو ولسوالی میربچکوت بازداشت شدند و گفته ای فرامرس این دستان پس از ادای یک فرد مبنی بر سرقت شدن سی هزار دلار امریکایی و دو میلیون افغانی به گونه آجل زیر تعقیب پلیس قرار گرفتند فرامرز گفت که سردسته این گروه سمی نام داشت و به باشه مشهور بود و دزدان نیز حین فرار از بام منزل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند در نتیجه این عملیات یک تن از دزدان نیز زخمی شده و نستشان یک اراده موتر و سه میل توفنگچه نیز به دست آمده است هرچند فرد آرس ادعای پول بیشتری کرده بود اما پلیس میگوید که در واقع تنها یک لک و هزار افغانی از فرد آزر از سوی دزدان به سرقت رفته است وزارت دفاع بخش‌های از ولسوالی‌های های جری و پنجاوی پاکسازی شدند پس از حدود دو هفته نبردها در ولسوالی جری و پنجاوی ولایت قندهار وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای امنیتی بخشهایی از این ولسوالی ها را از وجود طالبان پاکسازی کردن جنرال یاسین رئیس ستاد ارتش که چند روز به این سو در جنوب کشور به سر میبرد میگوید ها برای فراهمسازی زمینه بهتر و به برگشت بیجا شدگان جنگ در این ولسوالی‌ها همچنان ادامه دارند او گفت طالبان میخواستند که در حومه های شهر قندهار شورش و غوا را برپا کنند اما به دلیل اینکه غیر نظامیان را گروگان گرفته بودند عملیات های ما به کندی روبرو شد عزت سرباز در پنجاوی اما از نبود امکانات جنگی شکایت دارد ما دو فیر را راکت داشتیم و دیگر چیز نداشتیم در ستایش ترام. خبرگزاری افاق به نظر می رسد که ماموریت ترام در رأس حرم هر رهبری قدرتمندترین کشور جهان رو به پایان است به همین ترتیب ترام به پایان یک دوران نزدیک می شود اما آنچه او شروع کرد نه تنها پایان نخواهد یافت بلکه پیش بینی می شود که قدرت تر از همیشه معادلات و مناسبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی امریکا و جهان را به چالش بکشد و نظم جهانی موجود را مختل کند ترامپ نمونه ارائیر پیرانه و شاهد بیبدیل از سیاست مدرن است سیاست که که در آن اخلاق هیچ که اخلاق هیچ جایگاهی ندارد فساد و زشتی و تبانی اجتناب ناپذیر است و بقا و دوام آن را تولیه و تضمین می و از درون به نحو غیر قابل تحمل بهرم و سرکوبگر است ترم آمد تا به جهانیان نشان دهد که آنچه آنها پشت پیراهای پرزق و برق سیاست مدرن از روحای ریاکنی های کشنده سیاست میبینند هیچ گیشه در واقعیت ندارد او سیاست مدار نبود و به امین دلیل نمیخواست یا نمی توانست با استفاده از رنگ و ریا و دروغ و دوگان رفتاری زیستی های فاجعه بار سیاست را پنهان کند و آن چهره لطیف و و قابل تحمل را به نمایش بگذارد زبان سری و گزنده و ادبیات کوچه بازاری آل آمیانه و اغلب فقط ارائه های دیپلماتیک ترامپ برای بسیاری از اهالی سیاست و آنهایی که به نحو درگیر آن هستند مضحک بود اما ترام به عنوان نمونه کامل زستی های زنده سیاست مدرن به اتنا به این واکنش ها و کارش ادامه داد تا به عوام امریکا و جهان بفهماند که همه در سیاست جدید به همین اندازه زش و نفرت انگیز و مضحک است او حتی نسبت به نزدیکترین متحدان امریکا که سالهای پس از جنگ دوم شرکای سنتی و استراتژیک واشنگتن و بخشی از قلمرو سلطه امریکا بر جهان محسوب می شدند نیز هیچگاه تعارض به دوستی و اتحاد نکرد اعراب را رسما دوشید و این کار را با شق و علاقه و بیرحمی ایار و فراوان انجام داد ها را به گونه در خدمت اهداف و منافع ایالات متحده امریکا قرار داد که حتی داغ ننگ عادی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز بر پیشانی آنها حک کرد او این کار را در شرایط انجام داد که حتی در میگه های رسمی و گفتگوهای رسانه‌ایش شاهان سرپرسته عرب را به با بادای سزاین می گرفت اسرائیل را پیش از هر رئیس جمهوری دیگر در تاریخ امریکا قدرت بخشید سرزمین های اشغالی آن رژیم را توصیه داد روند صلح خاور میانه را برای همیشه کنار گذاشت سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوی دیگر بدرود